سلام استړي مشي بیا هم تاسو ته خرغ لاستویم درنو لیدون کوده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لاش پیګل ورسپانی سره په یوې مرکې کې د دې ادونه کړې چې اندېښنې سرګند کړې چې د نړیوال سرتیرو لا وتل وروسته ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړه راولاړه شي. دا هغه څه دي چې مخکې تر دې هم یو شمېر شنونکو او سیاسیونو په دې اړوندو مسایلو خپل نظر څرګند کړی دی په رسنیو کې او یو ګواښ دلته موجود دی، خو رښتیا هم د نړیوالو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان وضعیت څنګه ارزیابي کیدلی شي؟ دا چې خدای مکړه جګړه به شدیدیږي او افغانان به یو ځل بیا تیرو کلونو ته ورګرځي، یا دا چې نه ممکن دلته دا سولې خبرې څه ناڅه ګړندۍ شي او بالاخره یوه پایله ورکړي په افغانستان کې دی دا څو لسیزو جګړو ته دا پای ټکی کیښودل شي؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. لا ښاغلي سید نعمت الله الفي دا سیاسي چارو له شنونکي سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. ښاغلی الفي سلام او وخت مو په خیر، ستړي مشي. تشکر، سلام علیکم به خدمت شما او به خدمت تمام بینندگان تلویزیون جهانی آریانا. مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی الفي، د ولسمشر دغه اندېښنه څومره پر ځای بللی کیږي چې خدای مکړه د نړیوالو سرتیرو له وتلو وروسته به دلته کورنۍ جګړې پیلیږي او بالاخره موږ و تاسو به یو ځل بیا تیرو کلونو ته ورګرځو؟ دقیقا، افغانستان به حالتی قرار دارد، تمام باشندگان افغانستان و تمام احزابی که به افغانستان وجود دارند، هیچ یک از اینها همراه همین طالب ها و گروه داعش و سایر کسانی که به اینجا فعالیت های استخباراتی دارند، هیچ کدام اینها بدون اسلحه شخصی و مسلح نمی باشند. بدین اساس در صورتی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون گردند، به گفته جناب رئیس جمهور صاحب، افغانستان ممکن هست به سوی یک جنگ داخلی رو بیاورد. بدین اساس کسانی که به افغانستان مسئولیت فراهم آوری صلح را به شمول رئیس شورای مصالحه ملی و جناب رئیس جمهور و افراد اشخاص که ناظرین بین المللی جهت فراهم آوری به افغانستان موظف هستند، اینا مسئولیت دارن یا تا یک تیم را جهت محافظ صلح از هر کشوری باشه به خاطر حفاظت از این مسئله صلح به افغانستان بیاورن تا جلوگیری از جنگ داخلی به افغانستان انشاءالله صورت بگیرن. بله، خو اوس مهال موږ و تاسو په داسې یو حساس پړاو کې هستو چې له یوې خوا څخه د صلح مذاکراتو لپاره هیلې شتون لري، له بلې خوا څخه که د جګړې د شدت یادونه ترسره کیږي، یعنی تر ډیره موږ و تاسې که چیرته دلته یو انډول په پام کې ونیسو، پانګه په کومه خوا کې درانه بللی شو؟ آیا د جګړې د زیاتوالي امکان ډیر لیدلی کیږي یا دا چې نه د سولې په برخه کې؟ نشست استانبول ممکن هست آخرین نشست صلح جهت فراهم آوری صلح به افغانستان بوده باشد. بدین اساس طالبان کوشش میکنند تا یک امتیازی در بین به پیش جامعه جهانی و ناظرین بین المللی از اینکه بر سر حکومت افغانستان قوی بوده باشند به خود اکتساب نبایند. بدین اساس حکومت افغانستان ملزم هست، مجبور هست، مکلف هست تا یک سلسله اقدامات دفاعی و تهاجمی را تا نشست استانبول بر خود تخصیص دهد. در صورتی که موضوعات تهاجمی را تخصیص ندهد، تلفات بیشتری را متحمل شده و بیشترین افراد و قهرمانانی که در صف اردوی ملی و سایر نهادهای نظامی ما و شما داریم متقبل شوند. بله، خب اوس محل که منگو تاسی در افغان ولسمشر سرگندونو تا که چیر تا وگورو که دوی حمله و وضعیت سخندیخ نلاری چه در نریوال و سرتیرو لوتل و روسا بدترکیگی، خو نړیوال په بشپړه توګه افغانستان یوازې نه پرېږدي. که د دوی فزیکي حضور دلته نه وي، نو په نورو برخو کې به دوی خپل همکاري له افغان حکومت سره ولري. یعنی دغه اندېښنې ټولې له کوم ځای څخه سرچینه اخلي؟ کوم ځای څخه رښتیا هم دغه اندېښنې راپورته کیږي چې موږ تاسو د تېر یو بد تاریخ بیا یو ځل تکرار کړو؟ بیشتر جاهایی که ممکن هست، مثلا غزنی، ولایت کندوز، ولایت بغلان و ولایت فاریاب، اکنون که تهاجم بیشتری دشمنان وطن، دشمنان صلح ما و شما به اونجا تهاجم آوردن، مسئله تهاجمی و دفاعی در آنجا صورت بگیرد.
به یک ولایت یا دو ولایت یا ممکن هست به سه محل منطقه ای که پیشروی پیشروی طالب ها گرفته شود بر سرشان تهاجم از سوی نیروهای امنیتی صورت بگیرد، آنگاه پیشروی آنها به یک شکست مواجه میگردد، آنگاه انشالله تا موقع و تاریخ نشست استانبول هم فرا خواهد رسید، آنجا تصمیم نهایی جهان همراه ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهایی که زیر دخل مسائل صلح افغانستان هستند تصمیم نهایی گرفتند تا افغانستان یک صلح بیاید. بعد این اساس تهاجم و نیتهای صلح که نیتهای شومی که دشمنان وطن جهت بیشتر نمودن جنگشان تهاجمشان گرفتن جلوگیری و به ناکامی بیانجامد. بله خو اوس محل که چیرته لیوی خواسته ده طالبان و طرف ده جګړه شدت ته زمینه مسایدیږي جګړه زور اخلي. افغان ولسمشر تیر ورځ هم د خپل اردوګان او له قومندانانو سره د ټلیفون په کرخه خبرې کړي او دوی ته د لازم و تدابیر سپارښتنه کړې ده چې باید د طالبانو په وړاندې کافي تدابیر تر لاس لاندې ولري. موږ او تاسې کابو شل کاله دغه وروستۍ جګړه تجربه کړله، بالاخره یوې پایلې ته پرې نه طالب ورسېده او نه هم افغان حکومت. خو د ولسونو غوښتنه تر ډېره دا وه چې باید اوربان ټینګ شي او د اوربان په فضا کې د خبرې اترې مخته لاړه شي. د حکومت اراده هم سولې لپاره همدا ده چې د اوربان په فضا کې د دغه مذاکرات مخته لاړ شي. خو طالب لوری څنګه کیدلی شي دغو خبرو ته حاضر کړلی شي او له جګړې څخه لاس په سر شي چې جګړه د حل لاره نه ده، نور باید جګړې ته دوام ورنه کړلی شي؟ ما شما و جهانیان از این موضوع آگاهی داریم، آگاهی دارند که کلید و سویچ اصلی طالب ها به دست خودشان نیست. در صورت که مسئله اختیارات خودشان به دست خودشان بوده باشد، اینقدر خونریزی بر روزهای مقدس پاک عید و ماه رمضان و بعد از او که ما شما شاهد هستیم تدابیری که آنها اتخاذ نمودند و تدابیری که حکومت افغانستان اتخاذ نموده، کلید اصلیشان به دست خودشان نیست که آنها خود را کنترل کنند، آنها به اختیار کسان دیگری هستند. بعد این اساس حکومت افغانستان باید جهت جلوگیری از خونریزی از کسانی که کشورهای منطقه که حامیان اکثر طالب ها آنها می باشند تقاضا در سطح بین الملل و جامعه جهانی نمایند تا این خونریزی جلوگیری شده، تا آمدن نشست استانبول یک سلسله اینمی مسئله آتش بس به افغانستان به وجود بیاید. در صورت که آتش بس به وجود نیاید، افغانستان روزگار سختی و سیاهی را شاهد خواهد شد. به این اساس کشورهای منطقه همیشه و همیشه با ما شما دوست نبودند، همیشه برویت خود را دوست و پشت پرده شمشیر همیشه از غلاف کشیدگی به خون من و شما تشنه بودند. انشاءالله و تعالی مسائلی را اینا بدست بگیرند تا این خونریزی و جنگشان به یک آتش بس بیانجامد تا نشست استانبول روی دست گرفته شد. بله خود نړیوال و افغان ولس هم په دې باور دی او له دواړو خواو نه غوښتنه کوي چې له خپلو سرو کرښو تیر شي او دلته د نرمښت وښیي. ولسمشر غني په خپلې وروستۍ مرکې کې له شپیګل ورځپاڼې سره د دې مسئلې یادونه هم کړې ده چې د اوو زرو طالب بندیانو خوشي کیدل که چیرته رښتیا هم په افغانستان کې د سولې راتلو لامل کیږي، نو دا کار به هم ترسره کړي. نو آیا د دې ضمانت موجود دی چې د اوو زرو طالب بندیانو خوشي کول به رښتیا هم سوله راولي، یا دا چې نه د جګړې ډګر به لا هم پسې ګرم شي لکه څنګه چې په تیر کې یو شمیر زندانیان خوشي شول، ځینې د جګړې په ډګرونو کې ووژلی شول، ځینې بیا ونیولی شول؟ څه فکر کوئ؟ ما شما در گذشته شاهد این بودیم کسانی که از نیروهای دفاعی کشور در تحت حبس طالبان قرار گرفتن با رویشان و بدترین وضعیت تیزاپاشی صورت گرفته، آنها به گونه های یعنی فجیع ترین حالت آنها به قتل رسیدن و حال که افغانستان و حکومت افغانستان چند مدت پیش 5000 زندانی طالب ها را رها نمود، آنها به نحوی یا به میدان جنگ اکثرشان حضور یافتند. چندین کسانی که دستگیر شدند شناسایی شدند، اما لیست و فهرستشان به نزد حکومت موجود بود. اینها در زندان و پل چرخی و بگرام اینها به سر می بردند،
بدون ضمانت رها شدند. امروز ما شما حالت را شاهد هستیم، تمامی محل و منطقه هایی که جنگ جریان دارد آنها با قوت تر از قبل و قوی تر از قبل به مقابل حکومت افغانستان اینها موضع‌گیری دارند. به این اساس سایر افراد اشخاص که به دست حکومت بندی هست در محبس به سر می برد بدون ضمانت رها شدنشان کار عقلانی و منطقی هرگز نبوده و نمی باشد. در صورت که اینها تقاضای رهایی زندانیان خود را می کنند باید یک ضمانت اجرایی و خصوصا هیچ چیزی ضمانت حکومت از آنها تقاضا نکند، صرف یک آتش بس را تا نشست استانبول از اینها تقاضا کند. همه آتش بس که به افغانستان به وجود آمد زندگی همه مردم به یک بارگی رو به پیشرفت یا تغییر خواهد کرد. مردم از این منجلاب بدبختی به سوی یک روشنایی و شکوفایی حتما رو خواهند آورد. بله خوست محل در ضمانت سوگ ورکوله شی افغان حکومت تا باید در ضمانت ورکرده شی یاده چه ولست تا چه تردیر دیده جگری خوربانی ولست و که اوربان رامنسته کیگی یا هم دلت در ضمانت پا توگه اوربان اوراندی کیگی در یک پی شرط پا توگه مطرح کیگی. منگ او تاسی در اختر پا دری ورازو که هم در اوربان شاهدان و خب یا هم پا وو ولایتونو که جگری شویدی افغان حکومت گوتا طالب تنیسی چه طالب اوربان مات کرده در ارتجمن نده پاتی شوی. خود داغ در باور فزاد سنگ که دلشی حاکمش یا سوک باید داغ زمانتون آور کری؟ در صورت که با ضمانت جامعه جهانی و کشورهای زیردخل صلح افغانستان ای آتش بس انجام نیابد، بر سر طالب ها هیچ گونه حکومت نباید یعنی باور داشته باشد که اینها آتش بس میکنند. آتش بس آنها همیشه و همیشه یک بدبختی متداوم و مستمر را در پی داشته و خواهد داشت. به این اساس بدون ضمانت اجرایی و ضمانت فیزیکی و یا ضمانت قاطی کشورهای که زیر دخل صلح افغانستان هستند آتش بس هرگز ممکن نیست. بله خوست محل نو حل را چکیدلی شی که چیر تدل تا بی باوری تر آوجا پوری رسیگی طالب بندی نیوک تر سرکیگی چی ده هر اوران کاری کرند تر شاستال است دی طالب پا برید که لست لرل را دوی دل تا نوری کری هم فعالی دی چی ده ولیسی جرگی و غری هم ارتا اشاره در لو دل چی دل تا دریم کری فعال دا و غاری چی ده باور فضا لمین زیوسی تر سو ده افغانانو ده سول خبری پایل ورن کری. خود دلتا کول و سساس پا نظر چه پا کردی؟ چه چه باید وشی تر چود باور فضا حاکم شی او در دریام کردی و نور کردی و مداخلی سخه هم مخنیوه وشی؟ من شما از گذشته 20 سال گذشته در خاطره خود داریم که طالب ها به افغانستان حضور داشت در پیش جامعه جهانی و سازمان ملل متحد یک گروه تروریستی اینها خطاب گردید و گیله عمیق و شکننده از کشور منطقه و خصوصا کشور همپیمان امنیتی افغانستان ایالات متحده امریکا و همپیمانانش ما نشما داریم. کسانی که به طالب ها اعتبار بخشید، عزت بخشید، دفتر آنها را به قطر به رسمیات شناخت این امریکا بود که امروز خودش نیز به این منجلاب بدبختی گرفتار بوده و ملت افغانستان بدون حکومت افغانستان به حالتی قرار گرفت که یعنی قامت راست من و شما تا زانو آمد، دیگر مقاومت استاد شدن را مکمل از دست دادیم. اینها اصل مسئله، اصل کسانی که این حالت را بر سر افغانستان آوردن ایالات متحده امریکا و همپیمانان آن بود که طالبها را به رسمیت شناخت. امروز در به هر کشوری نشست افغانی صورت میگیرد طالب ها بسیار با عزت، با وقار، با مصارف هنگفت که از سوی آنها پرداخته می شود در آن جلسات اشتراک می کنند. حامی پشت پرده طالب ها نیز مشخص معین گردید که خود امریکا بوده. هنوز هم کسانی که دیروز حامی اینها بودند امروز تقاضا نمایند که تا یک مدتی به خاطر اسلامیت نه، اینها که به اسلامیت ارزش قائل نیست. قرآن میگه ما لکم لا ترجون لله وقارا، ای انسانها، ای مسلمانها، شما را چه شده که به احکام من که خدایتان هستم شما احترام عزت قائل نیستید؟ اگر طالبها
دست افتخار عزت اسلامی را بر سینه بکوبند، اینها خب به هیچ احکام و اوامر اسلامی اینها یعنی ارزش قائل نیست. به خاطر احترام به انسانیت، اسلامیت که به دور نگاه داشته شده، به خاطر ترحم به انسانیت، طالب ها باید یک سلسله ترحم به حال این افغان پیکر زخم خورده افغان ها نیز بکنند. و تقاضای ما کسانی که حامی دیروز طالب ها بودند و امروز نیز به مقابل آنها قرار دارند، باید تقاضا و یک ضمانت خط اینها مراحل اجرا نمایند تا یک صلح، یک آتش بس تا فراهم آوری صلح به افغانستان بیاید. در صورت که جهانیان تصمیم به این بگیرند که مثل 2019 بود یا 2001 بود 2000 بود، به یک شب 24 ساعت پرچم طالب ها را بر از کل افغانستان اینها جمع نمود، هنوز هم تصمیم به این گرفته شود که طالب ها منهدم شوند، از جغرافیای افغانستان برچیده شوند، به پیش جهان خیلی مشکل نیست؟ 24 ساعت اینها را از این جهان، از این افغانستان نابود میکنند. عزت دادگی، وقار دادگی، ارزش دادگی امریکا هست. باید به خاطر آتش بس نیز یک اقدام، یک خواهش رئیس جمهور افغانستان همراهی رئیس شورای صالحی ملی افغانستان اینها تقاضا نمایند تا مدت آتش بس به افغانستان شاهد گردد. بله خب بارها دغه غوښتنه شوې ده، خو لبیک ورته نه دی ویلی شوي. اوس مهال که چیرته نړیوال رښتیا هم په افغانستان کې حضور لري یا هم خپل حضور ته په دې وروستیو کې د پای ټکی ایږدي، څه فکر کوي چې د افغانستان او وضعیت به همداسې ترینګلی وي، دوام به مومي یا دا چې نه د دوی په وتلو سره ممکن د طالبانو دغه غوښتنه چې بشپړیږي چې نړیوال سرتیری دې ووځي، دوی هم د سولې خبرو لپاره نرمښت وښیي او بالاخره موږ و تاسې به پکې د زیات پرمختګ شاهدان اوسو؟ دولت افغانستان از اوایل تا فعلا که ما شما از 19 سال یا 15 سال به این سو شاهد این وضعیت هستیم، همیشه کسانی را که حتی از میدان نبرد و تقابل با حکومت نیروهای افغانستان و نیروهای دفاع کشور قرار داشتند دستگیر نموده، آنها را با عزت اعزاز به خاطر یک ترحم انسانی و همچنان به خاطر یعنی ایفای اما مسئولیت که در سازمان ملل متحد یک عضو حقوق بشر افغانستان می باشد، آنها را با یک انسانیت آورده بندی نموده، پس 5000 زندانی را ما شما شاهد هستیم بسیار با انسانیت رها نموده. و همیشه دولت افغانستان از نرمی کار گرفته، حتی در میدانهای نبرد با آنها آنقدر که آنها شدت جنگ دارن آنها مراوده نموده است. به این اساس آنها همیشه و همیشه به مقابل حکومت افغانستان از خشونت، از پرخاشگری، از آن چی به قدرتشان بوده هرگز ترحم نکرده، همیشه با شدت غضبشان به مقابل افغانستان و مقابل نیروهای دفاع افغانستان کار گرفتن. حالی ما و شما به حالت توهم و متحیر قرار داریم، چه باید شود، چه باید کنند؟ نیروهای دفاع افغانستان آنقدر حاکمت خود را الحمدلله که دارند و خواهند داشت تا یک آتش بس یا نشست، نتیجه نشست استانبول که منتج به یک نتیجه صلح گردد، از خود از مردمشان دفاع کنند. اکنون وضعیتی هست ترحم از بین برداشته شود و اقدامات تهاجمی و تقابل حکومت افغانستان، مثل که دیروز رئیس جمهور با قماندان هایی که در محل منطقه نبرد قرار داشتن هدایت داد، آنگونه باید اقدامات مراحل اجرا بگیرد انشاءالله. بله خود یو افغان وګړي پایز غوښتنه څه کیدلی شي له طرفین څخه یو ځل بیا؟ طرفین به مساوی یک افغان یک مسلمان، ما تقاضای این را از طرفین داریم. اینها فردا روی به نگاهی که برای ملت میکنن، آنها همون قدر عزت و انسانیت خود را حفظ کنن، از این قدر منجلاب بدبختی را به حالت مردم افغانستان، به حالت ملکی افغانستان. ما شما شاهد هستیم، یک مثال کوچکی را از اولسوالی قیصار بدهیم، و بنابر تصمیم شورای امنیت ملی چند مدت پیش بیزهایی که در دوربر شهر قرار داشت، آنها گفتند به محل اولسوالی برگردند، آنجا مؤثر نیست.
فعلا فقط دو تعمیر به دست حکومت قرار گرفته، دیگر هیچ محل و منطقه به دست حکومت نیست، هیچ خانواده غریب و فقیری نیست که کم از کم 500,000 افغانی متضرر نشده باشد. این نقص و نقصان بر کی برمیگردد؟ پس به می افغانها برمیگردد، ترحم به افغانها شود. هم حکومت و هم طالب یک سلسله از خودگذری، آنچه که خطا و اشتباهات از هم به مقابل یک دیگر صورت گرفته، خط بطلان بکشند و به حالت وطن و مردم افغانستان ترحم بکنند. من نکم ده مثبت بدلون په هیله کور مودان چې له موږ سره مو برخه واخیستله او خپل نظر مو راسره شریک کو. سلامت باشین. من نکم. درنو لیدونکو، ښاغلی سید نعمت الله الفی د سیاسي چارو شنون کې و چې د افغان ولسمشر د وروستۍ مرکې چې لاش پیګل ورځپاڼې سره یې ترسره کړې ده، په دې اړوندو مسایلو راسره بحث او خبرې اترې درلودې. درنو لیدونکو، آغاز روز خپرونه دوام لري، خو اوس هم راګرځو لنډې دمې ته تر دمې وروسته بیا هم ملتیا مغواړم.